Ladies and gentlemen, آقایون و خانم ها، I bring you greetings from Jerusalem. من برای شما از اورشلیم تهنیت می آورم، شهری که آرزوی صلح برای کل جهانیان رو از مردم کلیمی منعکس کرده در طول تاریخ. 31 سال پیش به عنوان سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد من در این جایگاه قرار گرفتم برای نخستین بار. من صحبت کردم آن روز بر علیه قطعنامه‌ای که به پیشنهاد ایران برای اخراج اسرائیل از سازمان ملل متحد تدوین شده بود. در اون زمان نیز سازمان ملل به شدت مثل امروز با اسرائیل دشمنی داشت. اون روز هم مثل امروز بسیاری حاضر نبودند که به ملت یهود یک کشور تعلق بگیرد. من اون روز هم گفتم که آقایون، باورهای فناتیک خودتون رو پشت در این سازمان بگذارید. بعد از 31 سال به عنوان نخست وزیر اسرائیل بار دیگر این افتخار رو دارم که از این تریبون صحبت بکنم و برای من همواره این افتخار با این مسئولیت اخلاقی بوده که حقیقت رو بگویم. بنابراین بعد از 3 روز گوش کردن به اظهارات رهبران جهانی که از توافق هسته‌ای با ایران دفاع می کردن، من سخنرانی خودم رو با این آغاز می کنم که خوشبینی خودتون رو پشت در بگذارید، به خاطر اینکه این توافق صلح رو احتمالش رو بیشتر نکرده، بلکه با در اختیار قرار دادن میلیاردها دلار برای ایران احتمال جنگ رو تقویت کرده. فقط نگاه بکنید به اینکه ایران ظرف 6 ماه گذشته چه کرده بعد از اعلام توافق چارچوبی هسته‌ای که در لوزان به دست آمد. ایران سربازان بیشتری رو به سوریه فرستاده. ایران هزاران شیعه پاکستانی و افغان رو به سوریه فرستاده. ایران همه این کارها رو کرده برای حمایت از دولت خودکامه اسد. همچنین ایران تنها تسلیحات برای شورشیان حوثی فرستاده. ایران تهدید کرده که دولت اردن رو ساقط بکنه. ایران موشک های زمین به هوا و زمین به دریا رو در اختیار حزب الله قرار داده برای اینکه به هواپیماها و به کشتی‌های ما حمله بکنه و یا به هر نقطه‌ای در اسرائیل حمله بکنه. ایران به حزب الله و به حماس و به پیکاجویان فلسطینی اطلاعات لازم برای تولید موشک علیه اسرائیل رو در اختیار گذاشته و می‌خواد که دو جبهه دیگر تروریستی بر ضد اسرائیل باز بکنه که یکیش از بلندی‌های جولان خواهد بود. اسرائیل با قدرت در مقابل هر نوع تهدیدی علیه اسرائیل واکنششون خواهد داد و مانع از انتقال تسلیحات به حزب الله خواهد شد از طریق اراضی سوریه. هر روز ایران و حزب الله خانه‌های تیمی تروریستی بیشتری رو در سراسر جهان دایر می‌کنند. اخیراً این تیم‌های تروریستی در کویت، بحرین و در قبرس این تیم‌ها کشف شدند. در یکی از این تیم‌ها 5 تن
نیترات آمونیوم کشف کردن که مشابه همون میزانیه که برای منفجر کردن ساختمان فدرال در اوکلاهوما به دست آمد. این تنها در یک آپارتمان در یک شهر و در یک کشور کشف شده و ایران ده ها سلول تروریستی دیگر رو در سراسر دنیا داره. آقایون خانم ها، ایرانی ها در حال دایر کردن این سلول های تروریستی در این قسمت از گیتی هم هستن. ایران تمام این کارها رو داره میکنه تنها ظرف 6 ماه اخیر، در حالی که تلاش میکرده که دنیا رو قانع بکنه که تحریم ها رو برچینه. حالا فکر بکنید که ایران چه خواهد کرد وقتی که این تحریم ها برچیده بشن. افسار گسیخته، ایران به شکار خواهد پرداخت و هی شکارهای بیشتری رو به چنگ خواهد آورد. در فراسوی توافق هسته‌ای ایران داره میلیون ها دلار صرف توان هوایی و ماهواره خودش میکنه. آیا فکر میکنید که این کارها رو برای صلح میکنه؟ شما فکر میکنید که میلیون ها دلار سود ناشی از بچه‌جو شدن تحریم ها این ببر رو به یک گربه تبدیل خواهد کرد؟ اگر اینجوری فکر بکنید، دوباره بعد در فکر خودتون تجدید نظر بکنید. در سال 2013 پرزیدنت روحانی حمله اقواگرانه خودش رو اینجا در سازمان ملل آغاز کرد. 2 سال بعد ایران به اعدام‌های خودش و به توسعه شبکه تروریستی خودش ادامه داده. میدونید این ضرب المثل رو که میگوین اقدامات بلندتر صحبت میکنن از شعارها، اما در رابطه با ایران کلمات به اندازه اقداماتشون صریح. تنها گوش بدید به اظهارات معاون نیروهای قدس ایران. او گفتش که انقلاب اسلامی محدود نمیشه به مرزهای جغرافیایی. او گفت افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و فلسطین از جمله کشورهایی هستند که در حال فتح شدن توسط جمهوری اسلامی ایران هستند. فتح شدن. و برای اون تعدادی از شما که اعتقاد دارید که توافق وین تغییری در سیاست ایران ایجاد میکنه، تنها گوش بدید به آنچه که 5 روز بعد از توافق هسته‌ای آیت الله خامنه‌ای گفت. او گفت سیاست ما نسبت به دولت مستکبر ایالات متحده آمریکا تغییر نخواهد کرد. ایالات متحده کماکان دشمن ایران باقی خواهد ماند. ما در حالی که به مولاها پول بیشتری میدیم که میتونه باعث سرکوبی بیشتر مردم در درون ایران بشه و حتما باعث ماجراجویی بیشتر خارج از ایران خواهد شد. در حالی که کشور ما هر روز به دفاع خودش در مقابل هجوم ایران بیشتر ادامه میده، ای کاش من میتونستم بگم که این توافق راه ایران برای رسیدن به بمب‌های هسته‌ای رو سد میکنه، ولی من نمیتونم اینو بگم به خاطر اینکه این کار رو نمیکنه. این توافق یک سری محدودیت‌های برای برنامه هسته‌ای ایران اعمال میکنه و این کار رو به حق انجام میده به خاطر اینکه جامعه جهانی حس میکنه ایران بسیار خطرناکه. اما در ذیل این توافق، اگر ایران رفتار خودش رو تغییر نده و حتی اگر رفتارش خطرناکتر بشه در سالهای آینده، مهمترین محدودیت‌های اعمال شده علیه ایران باز هم برچیده خواهند شد. در سال 10 و در سال 15 بعد از این توافق، بنابراین کشور خطرناکی رو قادر میکنه که
مواد لازم برای تولید یک ذراتخانه سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار داشته باشه. من باز هم گفتم که اگر ایران میخواد به عنوان یک کشور عادی بررسی بشه، نگاه بشه بهش، باید مثل یک نگاه عادی هم رفتار بکنه. ولی این توافق به ایران امتیاز میده حتی اگر یک حکومت مذهبی تیره باقی بمونه، در حالی که شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر میده. آیا شما واقعا باور دارید که جایزه دادن به یک حکومتی با این مختصات مانع از توسعه طلبی های تهران میشه؟ آیا فکر میکنید که ایرانی با چنگال های تیزتر خطوط روی پوست خودش عوض بکنه؟ بنابراین من این درس رو گرفتم در طول زندگیم که هرگاه رفتار بد مورد تشویق قرار گرفته، تنها بدتر میشه. هیئت اسرائیلی دارن برای آقای نتانیاهو دست میزنن. آقایون و خانم ها، من سالها گفتم که بزرگترین تهدیدی که دنیا ما باهاش مواجهه تجمیع اسلام بنیادگرا با سلاح‌های هسته‌ایه، و من عمیقا نگرانم که توافق هسته‌ای با ایران ثابت این در واقع عقد این دو فاکتور خواهد بود. من میدونم که خیلی ها با انگیزه های مثبت و سالم اعتقاد دارن که این بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ایه. اما یکی از درس های مهم تاریخ اینه که همیشه بهترین نیات مانع از بدترین فرجام ها نشدن. اکثریت اسرائیلیا اعتقاد دارند که این توافق هسته‌ای با ایران یک توافق بسیار بده، و آنچه که مسائل رو حتی بدتر میکنه اینه که دنیا داره این توافق رو جشن میگیره و مسابقه گذاشته برای همکاری های تجاری با رژیمی که خواستار نابودی ماست. هفته گذشته ژنرال صالحی فرمانده ارتش ایران گفت ما اسرائیل رو قطعا نابود خواهیم کرد. ما خوشحالیم که در خط مقدم اجرای فرامین رهبر ایران هستیم برای نابودی اسرائیل، و خود رهبر ایران هم چند روز بعد از اعلام توافق هسته‌ای او جدیدترین کتاب خود را منتشر کرد که من دارم. این 400 صفحه نقشه او برای نابود کردن اسرائیل. ماه گذشته خامنه‌ای بار دیگر انگیزه های مرگبار خودش رو به روشنی بیان کرد در مقابل مجلس خبرگان. در رابطه با اسرائیل صحبت کرد که خانه بیش از 6 میلیون کلیمیه. او وعده داد که هیچ اسرائیلی 25 سال دیگر وجود نخواهد داشت. 70 سال بعد از قتل 6 میلیون یهودی، رهبران ایران وعده نابودی کشور مرا می‌دهند و قتل عام مردم من و واکنش این مجمع و واکنش تمام دولت‌هایی که در این مجمع هستند هیچ بوده. سکوت محض،
سکوت کرکننده. آقای نتانیاهو با عصبانیت به حضار نگاه میکند و سکوت کرده است. حالا شاید شما بتونید درک بکنید که چرا اسرائیل به جشن سازمان ملل برای بزرگداشت این توافق نمی پیوندد. شاید اگر رهبران ایران به دنبال نابود کردن کشور شما بودند، شاید شما به این اندازه ذوق نمی کردید. اگر همپیمانان نیابتی ایران صدها موشک رو به سمت کشور شما هدف گرفته بودن، شاید شما هم به همین اندازه بیمیل بودید برای جشن گرفتن. اما فکر نکنید که ایران تنها یک خطر برای اسرائیل. علاوه بر زیاده خواهی های ایران در خاورمیانه و تروریست در سر دنیا، ایران در حال تولید موشک های بین قاره‌ای که تنها هدف اون حمل کلاهک های هسته‌ایه. ایران در حال حاضر هم موشک هایی داره که به اسرائیل میرسن. بنابراین اون موشک های بین قاره‌ای که ایران داره تولید میکنه برای هدفشون ما نیستیم، هدفشون شما هستین. اروپا، آمریکا برای باریدن سلاح‌های کشتار جمعی در هر زمان و در هر مکان. آقایون و خانم ها، راحت نیستش که شما با چیزی مخالفت بکنید که مهمترین قدرت‌های جهان اون رو پذیرفتن. باور کنید، خیلی راحت‌تر می بود که من سکوت بکردم. اما در طول تاریخ ما مردم کلمی آموختند بهای بالای سکوت رو، و به عنوان نخست وزیر حکومت کلمی و کسی که اون تاریخچه رو می دونه، من از سکوت کردن پرهیز بکنم. I'll say it again. من بار دیگر میگویم، روزی که مردم کلمی در مواجهه با دشمنان خونریز سکوت میکردند، اون روزها به پایان رسیدند. Not being passive means speaking up about those dangers. منفعل نبودن به این معناست که باید در مقابل این تهدیدات صحبت بکنیم. و منفعل نبودن یعنی که ما باید از خودمون دفاع بکنیم. ما در گذشته این کارو کردیم، این کارو میکنیم و در آینده هم خواهیم کرد. Israel will not allow Iran to break in. اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد که وارد کلوپ هسته‌ای جهان بشود. من میدونم که جلوگیری از ایران برای دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای سیاست رسمی جامعه جهانیه، اما هیچ کس نباید شک داشته باشه در رابطه با پایبندی اسرائیل به دفاع از خودش در مقابل اونهایی که خواستار نابودی ما هستند. در تمام تاریخ مردم یهود ما شاهد قدرت‌هایی بودیم که خواستار نابودی ما بودند.
از بابل باستان گرفته تا قتل عام کلمیان در طول جنگ جهانی دوم، اما مردم کلمی باقی موندن و اکنون رژیم جدیدی ظهور کرده که خواستار نابودی مردم یهوده. باید که اون رژیم این نکته رو در نظر بگیره. من اینجا نماینده مردم کلمی هستم، مردمانی که کشورشون 67 ساله که کشوردار هستن، اما چهار هزار ساله که تاریخ دارن، اما اون امپراتوریای عظیمی که خواستار نابودی اسرائیل بودن از بین رفتن، مثل روم باستان و رایش سوم، اما اسرائیل زنده است و باقی میمونه. تولد دوباره اسرائیل شاهدی بر روحیه شکست‌ناپذیر مردم من، برای صد نسل مردم کلمی آرزو بازگشت به سرزمین خودشون رو داشتن، حتی در تاریک ترین دقایق ما که ما خیلی از این دقایق داشتیم، هرگز امید خودمون رو برای بازسازی پایتخت همیشگی ما در اورشلیم از دست ندادیم و کشور اسرائیل این امکان رو فراهم کرده، به ما اجازه داده که به آزادانه در سرزمین آبا اجدادی خودمون زندگی بکنیم و اجازه داده به کلمیان از چارگوشه جهان اینجا در اسرائیل محل امنی پیدا بکنن، افرادی که از مراکش گرفته تا اتحاد جماهیر شوروی سابق و صدها سرزمین دیگر به اسرائیل آمدن و پناه گرفتن، و در حالی که دوباره احساسات ضد سامی در اروپا و جاهای دیگر در حال ظهور مجدده، بسیاری باز به اسرائیل رو می آورند. بنابراین پیام من به رهبران ایران اینه که طرح شما برای نابودی اسرائیل شکست خواهد خورد. اسرائیل به هیچ قدرتی در جهان اجازه نمیده که آیندهش رو تهدید بکنند. و این پیام من به همه کشورهایی است که در اینجا مشارکت دارن. هر قطعنامه که شما اینجا تصویب بکنید، هر تصمیمی که در پایتختاتون بگیرید، اسرائیل اون کاری رو خواهد کرد که باید بکنه برای دفاع از کشورش و برای دفاع از مردمش. نمایندگان عالی قدر، در حالی که این توافق عصبی با ایران به اجرا در میاد، من امیدوارم که شما با جدیت بیشتری اون رو به اجرا بگذارید، بیش از اون جدیتی که در رابطه با شش قطعنامه شورای امنیت که ایران نقض کرد نشون دادید، اطمینان حاصل بکنید که بازرسان بازرسی بکنند و تحریم ها در صورت نقض دوباره احیا شوند و اجازه ندید که موارد نقض توافق به زیر قالی ایرانی جارو بشه. ولی من به شما اطمینان میدم که اسرائیل به دقت وضعیت رو زیر نظر داره. آن کاری که جامعه جهانی اکنون باید بکنه اینه که اولا ایران باید به تمام توافقات هسته‌ای خودش عمل بکنه. دوم اینکه مهار بکنید توسعه طلبی منطقه
ایراد بشوید و حمایت بکنید از اونهایی که مانع شدن و در رأس اونها اسرائیل. سوماً از تحریم ها استفاده بکنید برای برچیدن شبکه تروریستی جهانی ایران. آقایون و خانم ها، اسرائیل در حال همکاری نزدیک با متحدین عربمون هستش برای مقابله با تهدیدهای ناشی از ایران و داعش و دیگران. ما همچنین با کشورهای دیگری هم در خاورمیانه در حال همکاری هستیم، از جمله کشورهای در آفریقا و آسیا و نقاط دیگر. بسیاری در منطقه ما می‌دانند که ایران و داعش دشمنان مشترک ما هستند و وقتی دشمنان ما در حال جنگ هستند، هیچ کدومشون رو تقویت نکنید، بلکه هر دوشون رو تضعیف بکنید. تهدیدهای مشترک به وضوح دارند اسرائیل رو به متحدان عرب ما، به همسایگان عرب ما نزدیکتر می‌کنند و من امیدوارم که ما شراکت‌های پایایی رو برای امنیت و صلح با این کشورهای عربی ایجاد بکنیم. ولی در داخل اسرائیل ما هرگز فراموش نمی‌کنیم که مهمترین شریک ما که اسرائیل داشته همواره ایالات متحده آمریکا بوده و خواهد بود. پیوند بین اسرائیل و ایالات متحده غیر قابل نقضه. پرزیدنت اوباما و من هم عقیده هستیم که باید از رسیدن تسلیحات ایران به نیروهای تحت امرش در منطقه جلوگیری بکنه و آقای اوباما کمک کرده به اسرائیل برای اینکه برتری نظامی خودش رو حفظ بکنه. اسرائیل ممنونه از بابت اینکه همین اعتقادات، همین پیوند توسط مردم آمریکا و توسط نمایندگان مردم آمریکا در کنگره منعکس میشه، چه اونهایی که موافق توافق بودن و چه اونهایی که مخالف بودن. من و پرزیدنت اوباما هر دو گفتیم که اختلاف نظر ما بر سر توافق هسته‌ای اختلافات درون خانواده است، اما هیچ اختلافی نداریم برای همکاری برای تضمین امنیت مشترک ما. و چه آینده مشترک درخشانی میتونه باشه. اسرائیل در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفته برای درخشش در قرن 21. اسرائیل در سرحدات توسعه فناوری بیوتکنولوژی و سایر نوآوری های جدید قرار داره و اسرائیل اصلا ملت نوآوریه. دانش فنی اسرائیل در همه کجا مشاهده میشه، در کامپیوترهای شما، در تلفن‌های هوشمند شما، هنگامی که تکست میفرستین و ماشین هاتون با جی پی اس راهنمایی میشن، در آبیاری قطره‌ای، در دانشگاه هاتون، در برندگان جایزه نوبل، در داروخانه های شما و حتی در بشقاب شما. وقتی که شما از گوجه فرنگی های کوچولو استفاده میکنید، اون هم در اسرائیل پرورش یافته.
ما مفتخریم در اسرائیل به خاطر گام‌های عظیمی که کشور ما در زمان کوتاهی برداشته. ما خیلی مفتخریم که کشور کوچک ما چنین بهره‌ای برای کل جهان داشته. اما آرزوهای ملت ما که توسط پیامبران تورات وعده داده شده، اون رویاها زمانی به ثمر می نشینه که صلح حاکم باشه. چنانچه صلح ما با مصر و اردن پایه اصلی امنیت در منطقه هستن و اسرائیل به دنبال صلح با فلسطینیان هم هست. اسرائیلی ها هزینه جنگ رو میدونن. من هزینه جنگ رو میدونم. من نزدیک بود در جنگ جان خودم رو از دست بدم. دوستان زیادی رو از دست دادم. من برادر عزیزم یونی رو از دست دادم. اونهایی که هزینه جنگ رو میدونن بهتر میتوانند منافع صلح رو درک بکنند برای خودمون، برای بچه هامون و برای نوه هامون. من آمادم تا بلافاصله مذاکرات مستقیم با تشکیلات خودگردان فلسطینی رو اثر بگیرم بدون هیچ پیش شرطی. متاسفانه پرزیدنت عباس دیروز گفت که او حاضر نیست که این کار رو بکنه و من امیدوارم که اون نظرش رو عوض بکنه، چون من متحد باقی موندم به ایده دو کشور برای دو ملت که در اون یک کشور خلع سلاح شده فلسطینی، یک کشور کلیمی رو به رسمیت بشناسه. مذاکرات صلح دو دهه پیش آغاز شدن، اما علی‌رغم تلاش‌های شش نخست وزیر اسرائیل، رابین، پرز، باراک، شارون و خود من، فلسطینی‌ها مستمرن خودداری کردن از پایان دادن به مناقشه و رسیدن به یه صلح نهایی با اسرائیل. و متاسفانه شما شنیدید که همین دیروز پرزیدنت عباس بار دیگر این صلح رو رد کرد. ما چگونه اسرائیل میتونه با یک شریک مذاکره فلسطینی به صلح برسه که حاضر نیستش حتی بر سر میز مذاکره بنشینه؟ اسرائیل تاکید داره که تشکیلات خودگردان به تعهدات خودش عمل بکنه، فلسطینیان نباید به صلح روی گردان بشن. پرزیدنت عباس، من میدونم که این ساده نیست و میدونم که سخته، ولی ما به ملت‌های خودمون متعهدیم که تلاش بکنیم و ادامه بدیم به تلاش کردن، برای اینکه با هم ما اگر واقعا مذاکره بکنیم و خاتمه بدیم به مذاکره برای مذاکره و واقعا بنشینیم تا به این مناقشه رو به پایان برسونیم و همدیگر رو به رسمیت بشناسیم و از کشور فلسطینی به عنوان یک قلمرو دیگه برای یک حکومت اسلامگرا تبدیل نکنیم، ما میتونیم که دستاوردهای عظیمی برای ملتامون داشته باشیم. سازمان ملل میتونه باعث پیشبرد صلح بشه با حمایت از مذاکرات مستقیم و بدون شرط بین دو طرف. سازمان ملل نمیتونه با تحمیل راه حل‌هایی به صلح کمک بکنه و سازمان ملل، نمایندگان محترم، یک کار دیگه هم باید بکنه. سازمان ملل باید بالاخره
خودش رو باید خلاص بکنه از اسرائیل ستیزی. اینجا ما فقط یک نمونه میگم از این روی کرد در 4 سال خشونت شدید در سوریه. بیش از یک چهارم یک میلیون سوری جان خودشونو از دست دادن که 10 برابر بیش از کل فلسطینیانی که در عرض 100 سال جان خودشون از دست دادن. اما سال گذشته همین مجمع 20 قطعنامه بر ضد در حمایت فلسطینیان وضع کرد و تنها یک قطعنامه در رابطه با کشتار مردم بی‌دفاع در سوریه. نگاه بکنید به عدم توازن، یه دونه در مقابل سوریه. البته من سورپریز نیستم. اگر کلامی از یوگ برا قرض بگیرم وقتی به موعد اسارات ضد اسرائیلی سالیانه سازمان ملل فرا میرسه، مثل تجدید یک خاطر است. دیگه کافیه. 31 سال بعد از اون اولین باری که من اینجا ایستادم، من هنوز از شما میخواهم سازمان ملل بالاخره فناتیسم ضد اسرائیلی خودش رو پشت در میگذاره. کی سازمان ملل بالاخره اسرائیل رو به عنوان یک تهدید جلوه میده؟ و این سوال رو باید از رهبران فلسطینی هم کرد. کی شما شروع میکنید با رهبران اسرائیل کار کردن برای صلح و به جای تشویق نفرت و خشونت؟ پرزیدنت عباس، این جای خوبیه برای شروع. پایان بده به دروغ هایی که نشر میکنید در رابطه با نیات اسرائیل در رابطه با هیکل سلیمان. آنچه پرزیدنت عباس باید در رابطه‌اش صحبت بکنه قاچاق کردن مواد منفجره توسط اسلامگرایان به درون معبد سلیمان هستش که اون مهمترین تهدید برای این برای این اماکن مقدسه. 1000 سال قبل از تولد مسیحیت و 1500 سال قبل از تولد اسلام، داوود و سلیمان نبی این اورشلیم رو برای ملت ما بنیادگرایی کردن، اما ما همواره معابد ادیان دیگر رو حفظ خواهیم کرد در منطقه‌ای که به شدت دستخوش خشونت و اسلامگرایان خشن در حال نابود کردن معابد مختلف هستند. اسرائیل حافظ امنیت این معابد. به خاطر اینکه برخلاف قدرت‌هایی که در گذشته اورشلیم رو برش حکومت کردن، اسرائیل به آزادی نیایش توسط همه ادیان معتقده و احترام میذاره، یهودیان، مسلمانان و مسیحیان، و این هرگز تغییر نخواهد کرد آقایون و خانم‌ها، چون که اسرائیل همواره به ارزش‌های خودش متحد باقی خواهد ماند، ارزش‌هایی که ما هر روز از خودمون نشون میدیم. در حالی که به عنوان مثال وقتی که پارلمان اسرائیل همه موضوعات رو مورد بحث قرار میده و دیوان عالی اسرائیل مستقلاً از دولت
فعالیت خودش را انجام میده. هنگامی که یک دانشجو، یک فارغ التحصیل مسلمان از تز خودش در یک دانشگاه اسرائیلی دفاع میکنه و هنگامی که پزشکان و پرستاران اسرائیلی از هزاران مجروح جنگ سوریه پرستاری میکنن، این چهره حقیقی اسرائیل، این ارزش‌های اسرائیل هستند و در خاورمیانه این ارزش‌ها تحت تهدید شدید هستند به واسطه بنیادگرایان اسلامی که هزاران مردم رو به فرار واداشتند. ده مایل در فاصله ده مایلی داعش و در چند قدمی متحدان منطقه‌ای ایران، اسرائیل در سرحد مبارزه با بربریت در خاورمیانه ایستاده. بنابراین من از سازمان ملل می‌خواهم که به جای ادامه دادن به سنت محکوم کردن اسرائیل، با اسرائیل بایستید در مقابل فناتیسم. هنگامی که ما مانع از رسیدن اون فناتیسم به دربهای کشورهای شما هستیم، خانم ها آقایون، در کنار اسرائیل بایستیم، به خاطر اینکه اسرائیل نه تنها داره از خود دفاع میکنه، بلکه اسرائیل داره از شما دفاع میکنه.